الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین فقره دعای ابو حمزه ثمالی در شروع این است که الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خداوندا مرا با عقوبت خودت تعذیب نکن و با مکر و حیله از جانب خودت به من رفتار ننما. معلوم می شود بسیار اهمیت دارد این خواسته که سرآغاز یک دعای مفصل و مهم ذکر شده. تأدیب همان ادب کردن از جانب پروردگار عالم نسبت به بندگانش یک امر مسلم و ثابت است، همچنان که خداوند رب الناس است، یعنی مربی انسان هاست. اما نسبت به گناهکاران و خلافکاران این تأدیب به صورت عقوبت و بازتاب اعمال اونهاست که البته میتواند پیامد آن بیداری و تنبه باشد. بنابراین نسبت به اونها که منحرفند از مسیر بندگی و عبودیت خداوند، در حقیقت هم تنبیه و هم تنبه است. احیانا یعنی عقوبت کردار اونها، البته عقوبت دنیوی، که میتواند مقدمه ای برای تنبه هم باشد نسبت به جریان تأدیب از جانب خداوند متعال. البته بعضی ها که تنبه و بیداری برشون ایجاد می شود در جریان این تنبیه و عقوبت، اگر چنانچه توبه کنند و اصلاح کنند، خود می تواند مانع شود از عقوبت های اخروی و مسیر رو تغییر بدهد. این یک نوع تأدیب است، همچنان که همین عقوبت دنیوی هم امکان پیشگیری آن هست که قبل از آنی که واقع شود، انسان با توبه کردن و احیانا با انفاق و دعا از همین عقوبت های دنیوی هم محفوظ بماند. اما نسبت به اولیاء خدا، اهل ایمان، کسانی که مسیر اونها مسیر بندگی و عبودیت خداست، گاهی ابتلاعات و سختی هایی واقع می شود که اینها حالت عقوبت نداره و بلکه امتحانات الهی است برای اونها و ارتقاء درجه است برای اونها، کما اینکه در آیات قرآن کریم و روایات به اون اشاره شده است که در حقیقت اگر کسانی از بندگان خاص خدا مورد امتحان الهی واقع بشوند و مشکلات و سختی هایی برای اونها پیش آید، در حقیقت اینها برشون ارتقاء درجه است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اون کسانی که تأدیب به وسیله عقوبت می شوند، اون عقوبت فقط بازتاب عمل اونهاست و در نهایت می تواند برای اونها تنبه هم باشه، وگرنه خود اون عقوبت اجر و پاداشی برای اونها ایجاد نمی کنه. در حالی که اونچه که مشکلات و سختی های امتحانی است، قطعا اجر و پاداش عظیم الهی رو هم
برای اهل ایمان به دنبال خواهد داشت. لذا از خدا می طلبیم که خداوند متعال ما را با عقوبت خودش تأدیب نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.